سلام، خوش اومدین به کانال بزرگ پاپ کورن مدیا. فیلم هتل جدیدترین ساخته مسعود عتیابیه که باز هم در ژانر طنز ساخته شده و این روزها به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های روی پرده تبدیل شده. هتل از 5 مهر ماه اکران خودش رو در سینماهای سراسر کشور آغاز کرده و از همون ابتدا با استقبال مخاطبان مواجه شده بوده. با جذب حدود 4,500,000 مخاطب در مدت زمان کمتر از 80 روز به جمع 10 فیلم پر مخاطب تاریخ سینمای ایران در جایگاه 9 این جدول رسید. همچنین پیش از این و در مدت زمان 35 روز بعد از اکران، این فیلم سینمایی رتبه 2 فیلم پرفروش تاریخ سینما را به نام خودش کرده بود و همکنون هم با فروش 192 میلیارد تومان به مرز فروش 200 میلیارد تومان در سینماها رسیده. نکته‌ای که در اکثر فیلم‌های پرفروش مسعود عتیابی مثل بخارست، دینامیت، تگزاس 1 و 2 و هتل دیده میشه، همکاری این کارگردان با پژمان جمشیدیه که نقش آفرینی پژمان به عنوان یکی از بازیگران اصلی که بار کمدی زیادی روی دوششه و انصافاً هم خوب از پسش بر اومده، تونسته فیلم‌های عتیابی رو به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های کمدی روی پرده تبدیل کنه و خودش هم به پولسازترین بازیگر سینمای ایران تبدیل بشه. در این بین ولی با اینکه فیلم سینمایی هتل تونسته جایگاه خیلی خوبی رو در بین فیلم‌های در حال اکران پیدا کنه، ولی بعضی از تماشاگرها از حضور مداوم اون در فیلم‌های کمدی چند سال اخیر انتقاد کردن. چند تا از انتقادهای بچه‌ها رو توی فضای مجازی با هم دیگه ببینیم. نوشتن که یه لطف بزرگی در حق خودتون بکنید، برید هروئین تزریق کنید جای اینکه برید سینما فیلم هتل پژمان جمشیدی رو ببینید. پژمان جمشیدی چرا اینقدر مهران رجبی شده؟ همه جا هست بابا، بس دیگه مرد. پژمان جمشیدی 2 فیلم دیگه ازش پخش بشه، تعداد فیلماش از تعداد بازی‌های ملیش بیشتر میشه. پژمان جمشیدی فقط تو زندگی من نقش بازی نکرده. پژمان جمشیدی یه تنه سینمای ایران گردن گرفته. دوربین گوشیمو باز کردم، حتی اونجا هم پژمان جمشیدی بود. خب، برای ساخت فیلم جدیدمون چی می‌خوایم؟ فعلا پژمان جمشیدی رو بذار نقش اول تا ببینیم چی میشه. نظر شما چیه؟ شما فیلم هتل و کلن کارهای پژمان جمشیدی رو دیدین؟ نظرتون رو حتما در بخش کامنت همین ویدیو برمون بنویسید، ویدیوهای ما رو لایک کنید و کانال پاپکورن مدیا رو سابسکرایب کنید.